نالای سرخدار داره بارگیری میشه. به 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 آقا رضا اینا نویده خوشی داره با امید، یکی داخل هم بود درسته؟ تشکر. کسی نیست جز تک تک شماها، شماهایی که قلبتون برای ایران عزیز میتند. زنده باد ایران. سوال 96، من یه خاطرم بگم تا آقای دکتر رضایی تشریف بیاره ما در خدمتشون باشیم. سال 96 من اومدم اینجا تو پایش منطقه گیلان که داشتم، رسیدم اینجا و دوست خوبم آقا ارسلان اینجا بود و داداش آقا فرهاد، بهش گفتم که آقا اینجا چنین هم سوختاری داره که باره، گفتم این نقشه شو نگیش ما بریم این چه خبر نقشه این مسیح، گفتم نقشه فقط رودخونه ها رو نگیش آقا، نقشه رودخونه ها رو گرفت رفت بالا، رفت بالا چیزی آموزه گفت یه سوختار دیدم که پارسا سفر ملی شد با تقریبا سن 1700 سال. روز اول تنها که دیدم گفتم که تو چقدر عظمت داری و پای اون سوختار شاید باورتون نشه مثل دیوونه ها عشق میگفتم. چرا وقتی سنی درخت رو در مقابل سن خودم تجسم کردم دیدم با من پشیزی در مقابلش نیستم. اینه که واقعا بیرکانی جواهر سبزی هست که همه ما قدرش رو باید بیشتر از این که هست بدون. هر کجا هستیم، من نمیگم بیرکانی فقط برای بیرکانی نشین هاست، میدونی چرا؟ چون ما سالانه بیش از 3 برابر جمعیت ایران تو جنگل های بیرکانی مسافره، یعنی از جای جای ایران عزیز سالیانه تشریف میارن گیلان، مازندران، گلستان و مهمان جنگل های بیرکانی هستن. اینه که ما هر چقدر تلاش کنیم این آموزش ها، این فرهنگ سازی ها بالا بره، قطعا این جنگل ها شرایط بهتری برای حفاظت کنن. ما باید آموزشمون رو بیشتر دیم. خوشبختانه داره به این سمت میره، یعنی آگاهی داره به این سمت میره که محیط زیست بسیار ارزشمند. محیط زیست عامل اصلی پدافند غیر عامله، ما باید حفظ کنیم. اگر محیط زیست ما آسیب ببینه، اگر رودخونه آلوده باشه، ساکنینی که پایین دست هستن، ساکنینی که مزارع برنج پایین دارن، ساکنینی که از این آب استفاده میکنن، قطعا آسیب میبینن. اون برنجی هم که تولید میشه قطعا کجا میاد؟ سر سفره یک و یک ما هم. پس ما طبیعت گیریم، همه شما استاد، همه شما میدونید. Thank you.